صبح زیبا و دلنگیزه همه شما بیننده های عزیز ما در سراسر افغانستان و بیرون از کشور باز هم بخیر شما همین لحظه برنامه صبح ها زندگی از شبکه های آریانا آریانا نیوز و همچنان رادیو 98.5 آریانا اف ام بیننده و شنونده هستند ان که تا لحظه صبحتان زیبا و قشنگ سپری شده باشم در لحظات برنامه هم روی موضوع بسیار مهم صحبت می کنیم جوانان و مهاجرت عوامل مختلفه سبب میشه تا جوانان تصمیم بگیرند مهاجرت بکنند نبود امنیت مشکلات اقتصادی و همچنان نبود سهولت های بیشتر برای طبقه جوان بالاخره سبب میشه که یک تعداد زیاد جوانان تصمیم بگیرند تا کشور ترک بکنن ای که چه عوامل دیگه در قسمت مهاجرت جوانان نقش داره که بالاخره یک جوان تصمیم میگیره تا کشور ترک بکنه و چقدر مشکلات دیگه را میتونه به افغانستان ایجاد بکنه این موضوع تمام موارد را صحبت میکنیم با مهمان بسیار عزیز و گرامی که همین لحظه در استودیو با ما هستن آقای فریدون احمدی محصل و فعال مدنی سلام و صبح شما بخیر بسیار خوش آمدین به برنامه آه، تشکر سلام و شما و بیننده هایتون بخیر و تشکر تشکر سلامت باشین خوشحال هستم از حضور شما در برنامه ان شاء الله که صبح بخیر آغاز کرده باشین صبح شما بخیر دیگه دل... در رابطه با موضوعی که انتخاب کردیم امروز مهاجرت در مجموع مهاجرت به چیزی گفته می شود یا عمل یا عمل گفته می شود که یک شخص چی از لحاظ اجباری می باشه یا چی خودش می خواهد که مهاجرت کند از یک مکان یا محل که زادگاهش است به کشور دیگه مهاجر می شود دقیقا حالا روی انواع مهاجرت صحبت بکنین که در کل مهاجرت به چند نوع است؟ در مجموع مهاجرت نظر به سازمان حقوق مدافع بشر که ایره تقسیم بندی کده نظر به دو نوع است یکی مهاجر داخلی گفته می شود یکی مهاجر خارجی مهاجرات داخلی زیاد مهم نمی باشد نیست. های خارجی تاثیرات منفی و ناگوار برای ذهن رو و اقتصاد یک کشور ایجاد می‌کنه. دقیقاً. اینان عوامل مختلف هم سبب میشه که یک فرد یا هم یک خانواده تصمیم به مهاجرت می‌گیرن. حالا بهتر است روی این عوامل شما صحبت بکنید. عواملی که بیشتر روی مهاجرت تاثیر داره عوامل سیاسی است، عوامل اقتصادی است و بیشتر موارد شخص خودش رازی است که مهاجر شد و نظر به کشورهای پیشرفته که پول مزد به کارگری بیشتر میدهند نظر به این میتونند مهاجر جذب کنند و عوامل سیاسی بزرگترین عامل خوانده شده که در بیشتر از کشورهای جهان کشورهای اروپایی و کشورهای آسیایی بیشتر تاثیر گذار عوامل سیاسی بوده نسبت به اقتصادی با ذره دوم دقیقاً در این آخر و به خصوص در سالهای اخیر در افغانستان اکثریت جوانان تصمیم گرفتن که مهاجرت بکنن و واقعا مهاجرت هم کردن میشه بگن که بیشتر جوانان به کدام کشورها علاقه هستند تا مهاجرت بکنن و چرا بیشتر کشورهایی که جوانان ما در قرن 21 زندگی میکنیم و جوانان ما طبعا با کشورهای اروپایی بیشتر علاقه هستند نسبت به کشورهای آسیانه نظر به شرایط آزادیشان هم راحت تر است برایشان و مزد که کار میکنن مزدشان هم برایشان بیشتر است و جوان ها بیشتر دلچسپی دارن به کشورهای اروپایی برن اما کشورهای آسیایی هم هستند که مردم با فامیل خود مهاجر میکنن و عوامل که تاثیرات منفی روی ذهن از ایجاد میکنه بیشتر نظر به اقتصاد و تفاوت های مذهبی و تفاوت های اقتصادی که هست میتونه با هم متفاوت باشن مشکلات را ایجاد میکنن خب در کنار از یک شما گفتین که مشکلات را به خود فرد از لحاظ تفاوت داشتن بعض مسائل ایجاد میکنن چقدر میتونه مهاجرت جوانان به کشور خودمان افغانستان مشکلات را ایجاد بکنه و به خصوص زمانی که کادرهای تحصیل کرده خود را ما از کشور از دست میده دقیقا برای افغانستان بسیار تاثیرات تنها افغانستان دیگر کشوران بودن که زیادتر مهاجر شده بودن مثلا در کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم فرار و مغزها اصطلاح فرار و مغزها و امی فرار بودن جوانا و نسل تحصیل کردهش که بسیار تاثیر عمیق روی آینده یک کشور داره مثلا ما یک مثال خوبی شگه بگویم انشتاین زمانی که در جنگ جهانی دوم آلمان در جنگ بود انشتاین مجبور شد که مهاجر کنه و اروپا به کشورهای امریکایی و همچنان تاثیرات منفی که روی خود کشور مگذاره ای است که سرمایه یک کشور بیرون میشه یک جوان کوشش میکنه همه چیز داره ندار خوره داره باید مصرف کنه در راه مهاجرت و این روی اقتصاد کشور تاثیر عمیق میگذاره دقیقا در کنار از اینکه روی اقتصاد کشور تاثیر منفی میگذاره چقدر در قسمت پیشرفت و ترقی یک کشور میتونه که مشکلات را بالاخره نبود کادرها و نسل با انرژی و جوان ایجاد بکنه 100 به همین نظر که جوانا ها فرار میکنن از کشور و میروند به یک کشور دیگر نه تنها که روی آیندی کشور تاثیر داره بلکه روی اقتصاد یک کشور روی خلاصه چرخ سنتی یک کشور هم تاثیر عمیق میگذاره و برای خود جوان هم خیلی یک نکته مهمی است که خود جوان وقتی که در یک کشور میره نظر به تفاوت های فرهنگی که داره جوان خود از زود ایار کرده نمیتونه با کشوروایی صدمات روحی آسیب های روانی را رو بالای خود شخص ایجاد میکنه و این میتونه که شخص افسرده و ممرض های روانی مبتلا بسازه بله خب حالا چه کار باید صورت بگیره تا از فرار مغزها و کادر های تحصیل کرده در افغانستان جلوگیری صورت بگیره و خودشان تصمیم نگیرن تا افغانستان ترک بکنن؟ یگانه راه اصلی و اساسی فعلا اگر در کشور خود ما در نظر بگیریم یگانه راهش است که مشکلات سیاسی باید حل شود بعد از اینکه مشکل سیاسی حل شد مشکلات اقتصادی هم مهم است به نظر به اینکه اشتغال زایی صورت بگیره که هیچ جوان مجبور به فرار از کشور نشود و امنیت باشه راه های حلش است که دقیقا تعداد از خانواده ها هم هستن در کنار از یک جوان خب گهگاه تصمیم میگیره تو افغانستان ترک بکنه و تصمیم به مهاجرت میگیرن تعداد از خانواده هایی هستن که از فرزندانشان حمایت میکنن و این تصمیمشان استقبال میکنن تعداد از خانواده های هم هستن در مقابل که دوست دارن فرزندانشان در کشور باقی بمانند خب حالا چه کار باید صورت بگیره تا خانواده ها همشان تصمیم به بگیرن که در افغانستان باقی بمانن و با این وضعیت و این مشکلات اقتصادی که به خصوص در افغانستان ایجاد شده دست و پنجه نرم بکنن بیشتر عواملش عوامل سیاسی گفته میتونیم و اینکه امنیت درست نیست کشور ما وقتی که امنیت درست نباشه طبعا یک خانواده که یک جوان داره با چه قدر مشکلاتی که درس خوانده و بزرگ شده میتونه با او وادار میشه که طبعا خانواده ها راضی نمی باشن که از جوانشان مهاجر شود و این یک عاملی است که خانواده ها را وادار میکنه تا رضایت بدن که جوانایشان فرار کنه از وطن و از خانهشان این است که امنیت درست نیست امنیت اگر درست باشه هیچ خانواده رضایت نداره که جوانش مهاجر شود دقیقا حالا من یک جوان پیام شما را میخواییم داشته باشیم شما چطور تصمیم به مهاجرت دارین یا که میخواییم در افغانستان باشه؟ نظر شخصی این است که اگر وضعیت افغانستان خوب شود و بهتر شود از لحاظ اقتصادی و سیاسی ما هیچ جایی نمیریم و اگر به همین شکل دما پیدا کنم، ما،, ما خودم و هزار جوان دیگه فکر می دست به با باید اجباری دست بزنم بله ان که مشکلات که فعلا در افغانستان هست این مشکلات حل شود و جوانانی که فعلا در افغانستان سرمایه های ما هستند و واقعا میتونن کارهای خوب را به خاطر پیشرفت و ترقی کشور انجام بدن دیگه تصمیم نگیرن از افغانستان دور شون و با گفته شما سرمایه های ما را به کشورهای بیرونی ببرن از شما هم یک دنیا تشکر می کنم از اینکه در برنامه حضور پیدا کردید تشکر